سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته مقداری راجع به جریان حضرت مسلم بن عقیل و جناب هانی بن عروه و شهادت اون دو بزرگوار سخن گفتیم، به مناسبت این که بحث از حضرت مسلم پیش آمد و جریان ایشان به صورت کوتاه بیان شد، اشاره ایم به دو طفل ایشون داشته باشیم که البته شهادت این دو بعد از شهادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هست و در زمانی است که یک سالی هم پس از شهادت آقا امام حسین علیه السلام این دو طفل در زندان بودند. نوشتن وقتی آقا سید الشهدا سلام الله علیه به شهادت رسید، دو فرزند کوچک، دو پسر کوچک از لشکرگاه اون حضرت اسیر شدند که جزو اسرا بودند. اونها رو نزد عبیدالله آوردند و عبیدالله زندانبان رو احضار کرد و به او دستور داد که این دو کودک رو به زندان ببره و به اونها خوراک خوب و آب سرد نده و بر آنها سختگیری کنند. این دستوراتی بود که عبیدالله ابن زیاد نسبت به این دو کودک آقا حضرت مسلم صادر کرد و اونها رو به دست زندانبان سپرد. این دو کودک که در زندان بودن روزه ها رو روزه می گرفتن و مشغول عبادت خدای متعال، شب دو قرص نان برای اونها می آورد زندانبان، دو قرص نان جو و یک کوزه آب. یک سال بدین منوال گذشت، یعنی تنها توشه ای که برای این دو طفل مظلوم نوشته شده در تاریخ تنها هر شب دو قرص نان و یک کوزه آب بوده که اینها روزه می گرفتن، چون روزها هم که برای اونها چیزی نمی بردن و شبها رو با اون دو قرص نان که سهم هر یک یک دانه قرص نان می شد افطار می کردن. یا حسین آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمشق. یا حسین روحی فداک، یا حسین روحی. یک سال بدین منوال گذشت که این دو طفل حضرت مسلم در زندان عبیدالله بودند با این توشه
ضمن اینکه بر اونها هم سختگیری میکردن، اونها رو اذیت میکردن. یکی از اونها به دیگری گفت: برادر، یک سالی که ما در این زندانی، عمر ما تباه، تن ما رنجور، امشب که این زندانبان نزد ما اومد، خودمون رو به او معرفی کنیم، شاید دلش به حال ما بسوزه و ما رو آزاد کنه. شب هنگام که زندانبان آمد و نان و آب برای این دو طفل آورد، برادر کوچکتر به زندانبان گفت: ای شیخ، چون انسان مسنی بود و سن او زیاد بود، و او گفت: ای شیخ، آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو میشناسید؟ جواب داد: چگونه نشناسم؟ او پیامبر منه. گفت: جعفر ابن ابی طالب رو میشناسی؟ گفت: چگونه جعفر رو نشناسم؟ او پسر عمو و برادر پیامبر منه. گفت: ما از خاندان پیامبر تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و ما فرزندان مسلم ابن عقیلیم، ما فرزندان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالبیم که یک سال در دست تو اسیریم و در زندان هم به ما سخت میگیری. زندانبان پیر به شدت ناراحت شد و متأثر شد که ای وای بر من، یک سال این دو طفل مظلوم رو در زندان نگه داشتم، بر اونها سخت گرفتم. جا خورد. برای اینکه بیمهریهاش رو جبران کنه، به پای اون دو طفل افتاد و پاهای اون دوتا رو میبوسید و عذرخواهی میکرد: جانم به قربان شما، ای عطرت پیامبر خدا، این در زندان به روی شما بازه، هر کجا که میخواهید بروید، دو قرص نان جو و یک کوزه آب هم در اختیار اونها قرار داد و راه رو به اونها نشان داد و گفت: شبها راه برید و روزها پنهان شوید تا خدا اسباب نجات شما رو فراهم نماید. ادامه جریان دو طفلان مسلم در جلسات بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.